ناصر گل ما که اینجا هستش، ناصر صبوری. من یک قبل از اینکه ناصر بیارم روی صحنه، یک قسمت کوچیکی رو از این شعر بگم خدمتتون. یک سریالی همتون دوست نگاه کردین به اسم شهرزاد، که بسیاری به آهنگ خیلی خیلی زیبایی که تو با قلب جوهره من چه کردین. و اینو وقتی سپند شنید گفت من میخوام یک چیزی بر وزنش حماسی بنویسم و نوشت و نوشت. ببین اهل من، با دیارم چه کردی؟ دیاری که من دوست دارم چه کردی؟ و ادامه میده. این شعر بسیار زیبایی هم هستش که چاپ شد. بعد به من گفت مدی آهنگ بذار روش. من چشم. خب کار هممون گرفتاری های اینا باعث شدش که من اصلا این آهنگ رو فراموش کنیم به طورایی، تا وقتی که رفت بیمارستان. من وقتی رفتم ببینمش به من اجازه دیدن ندادن. گفتن نرسش گفته که کسی دیگه هم اتفاقا پسر منه. به من گفتش بابا میخوام باید بیاد. گفتم بابا جان نمیذارم بریم. اومدم خونه، اصلا آهنگ برای من آمد و اینو ساختمش. زنگ زدم به ناصر. ناصر سکرمنتو زندگی میکنه، پاشو بیا. ناصر آمد، آهنگو اجرا کردیم. من دوباره دو روز بعدش، من میگم دو روز واقعا برای آهنگ ساختن، اگر آهنگ تنظیم بشه اجرا بشه حتی اگر یک ماه وقت میخواد، بزرده دو روز کمتر این کار انجام بدیم. من بوده رفتم بیمارستان. این دفعه به من شانس دیدن مسعود بود. رفتم گفتم مسعود ساختمش بیا. مسعود خب این دواهایی هم که بهش میزدن هم خواب و بیدار گفت بیا گوش کنم. گذاشتم در این گوشش کنم، گوش کن مسعود، گوش کن و گوش کرد و عشق چیز داری شد. من خوشحالم که قبل از اینکه پرواز کنه اینو شنید، کار خودش شنید. حالا از ناصر دعوت کنه که بیاد و اینو اجرا بکنه. باید مرسی ناصر عزیزم. خوشحالی سلام. چک مرسی. اینو میخوام بدم به ناصر خانه گل. خیلی خوب ناصر خان، خدمت شما. خوبیده بشم؟ متشکرم، مرسی. تصدیت خیلی خیلی کوچیکه. خورو پیانو رو ایم آینه در زنی میخواستم بگم که امیر رضا بیاد با ما همکاری کنه. بله، افتخار من که همکاری بکنم. تصدیت یک کلمه خیلی ناچیزه در برابر یه ابرمردی که سالها افتخار دوستی که من داشتم یا شما داشتین، پدر بود، همسر بود. اینه که یک کلمه وسیع‌تر با معنای وسیع‌تر باید پیدا کرد به جای تسلیت. شهریار جان که بهش تسلیت میگم، کلمه فعلا پیدا نکردم. خیلی قشنگ گفت در مورد مسعود. کاش یه موقعی بذارم که اینجاست برای من اینجوری بگه. مسعود یک قهرمان بود، فقط شاعر نبود، فقط دوست نبود، فقط همسفر نبود. من سالها افتخار همسفری با مسعود رو داشتم، نقاط مختلف، از اسرائیل گرفته تا اتریش تا بلژیک، فرانسه، خیلی جاها که میتونستیم با هم بودیم و این بهترین ساعت زندگی من بوده. برحال مسعود در بین ماست، تو قلب ماست، هستش و مربی خوبی هم بود مسعود. اینه که همیشه درساش توی ذهنم هست. مسعود هم شاگرد خوبی بود، استاد محجوب رو همیشه یاد میکرد.
و هم مربی خوبه بود. روح شاد، روح شاد.
در قلبمون هست. سفن اینجاست. سفن همه جا هست. جناب جعفری گرامی کجایین شما؟ مرسی. به افتخار آقای جعفری، دوست بسیار خوب همین. ببخشید من امروز طبق معمول حالم زیاد خوب نیست، امیدوارم که منو ببخشید. چه بگم با چه زبان؟ صدا میرسه انشاءالله. گفت ای که تویی هم نفسم، ای که تویی هم نفسم، بی تو بچه میگیره نفسم. سبندم چرا رفتی و ما را اینچنین تنها گذاشتی؟ در فراق و هجر یاران گریه کن، بر مزارش همچو باران گریه کن. عرش خاموش است و ماه افتاده است، غنچه رویده به دستانی که نیست. دوش گلدانی سراغش را گرفت. گفتنش پشمال جانم گریه کن. مثلی نوشته بودم که خیلی مفصل‌تر از این مخی خواهد بود که در اینجا دارم، اما یادیست از عزیزم مسعود سپند که آتش به جان پرزد رفت. روز مطالبی که نوشته بودم فقط اینجا میگم، برای از حضورتون مرخص میشم. ببخشید که من بدن هم اینقدر میلرزه. خوب میدونید که حالم زیاد خوب نیست. شما گرم. سپند ما یک تن بود، اما همه جا حضور داشت. خانهش مهمان سرای دوستان دور و نزدیک بود. باور کنید برای خاطر مهمانش ساختمان بخصوصی، مخصوص بخصوص اتها بخصوصی ساخته بود که از این دوستانی که از سر تا سر دنیا می اومدن پذیرایی بکنه. از همه جای دنیا مهمان براش می رسید. سپن یار رسانه ها بود، یار مطبوعات بود. تقریبا یارم نمیاد نشنیه باشه که سپن با اینا همکاری نداشته باشه. هم شعرش هم نصفش بسیار ساده و بسیار دلنشین بود. سپند از پایه گذاران چیزی ندارید برای در زیدن من کمک بکنید. آب جوش و آب سر با هم باید. سپند سپند از پایه گذاران اصلی خاوران بود. خاوران رو خیلی دوست داشتیم. خاوران بین مردم خیلی علاقمند پیدا کرده بود و تا آخرین لحظه سپند از ابتدا تا آخرین لحظه سپند با خاوران بود و ما همیشه هر گونه کمکی لازم داشتیم، چه معنوی چه مادی، سپند همیشه اونجا آماده بود که بیاد و به خاوران کمک بکنه. در حقیقت سپند سفیر تاجیکستان بود در آمریکا و سرکنسول تاجیکستان بود در کالیفرنیا. امام علی رحمان خیلی سپند دوست داشت. اون بارم در ساکرامنتو گفتم که یک وقت یکی از خانمات بشت آواز میخوند و این شعر من آریاری نمی خونم، میگفت فاصله رئیس جمهور با من پنج تا میز بود. میشو بلند کرد و بلند شد، میشو بلند کرد و به سلامتی سپند. همیشه سپند و سپند خدا کرد.
هر جا میرفت ستم رفت یک از یاران که میگفت ستم شما هم با هم بیاد بریم اینجا رو افتتاح کنیم. وقتی هم که شنیدم وقتی هم که خبر نام رو بارشتیم گفتش به تاجیکستان عزادار شد. واقعا میدونم ستم بین این همه آدم هایی که رفته بودن تاجیکستان گوگوش رو نمیدونم، ولی واقعا از همه اینا عزیزتر و مهربونتر بود و مردم عادی فوق العاده نیوز داشتن. یعنی مسئول هم که مردم عادی هم فوق العاده آقای ستم رو دوست داشتن. ستم به معنای واقعی یک ایران دوست بود. هر جا جلسه ای بود، صحبتی بود، گفتاری بود از ستم دعوت میکردن با جون دل حاضر میشد و در اونجا از ایران و ایرانی حمایت میکرد. دو کتاب ازش باقی مونده، بادبال و بوی جوی مولیان، و امیدوارم بی حرف پیش سومی کتابش هم یک روزی از چاپ در بیاد و به دستتون برسه. اون هم بخشی از نوشته های روز در دنبان یک سینه سخن که امیدوارم همت بکنیم و این رو بعد از ایشون چاپ کرده و به دست علاقمندانش برسونم. من هم در بوی جوی موریان سفن یک پای ملخی داشتم، یعنی پانویس های بوی جوی موریان رو من نوشته بودم، اونم با نهای اعتمال افراد همه این پانویس ها رو انتشار کردم. در این فاصله هم که من که کاری از دستم برنمیاد، در این فاصله تنها کاری که تونستم بکنم چندین مطلب و مقاله بود که در نوشتم و در نشریات مختلف از جمله کیهان لندن و هفته نامه فردوسی چاپ شد و یک دو تا مطلب دیگه هم هستش که اینا در ماهنامه پژواک و فصلنامه راهور چاپ خواهد شد. عنوان مقاله هم که نوشتم این بود، یکی بود ستند عزیزم کجا رفتی؟ من بود که قرارم. بعد بزرگ بود و از اهالی دیروز و امروز و فرداهای روشن. مسعود ستند یار و یاور نشریات نابود بود و حیف که ستن ما رو تنها گذاشته و رفت. ستن رو دشمن و دوست علاقه داشتن و از او و اشعارش تعریف می‌کردن. نمی‌دونم با اسم عباس فائز طبسی طبسی آشنا هستید که از 30 سال نایب التولیه آستان قدس رضوی بود و یکی از نزدیک ها تعریف میکرد، گفت با این که رفته بودم نهار بخورم برگشت صحبت آمریکا شده و برگشت گفتش که وقتی گفتم آره برادر منم اونجا هستش بود کجا هستش بود که در سنوازه رو بیرد در سنوازه هم بایی همشهری شاهر بسیار معروفی داریم به اسم آقای سپند که گفت منم با خیلی خوشحالی گفتم بعد منم ایشون میشناسم. در حال شهرت ستم تا اونجا هم رفته بود و خب میدونید که عباس واحظ تبسی میکرد افراد این رژیم بود دیگه. بعد خب شعرهای ایشون با اینکه شعرهای سیاسی هم بود و ادبی هم بود بسیار مورد توجه و علاقه ایشون بود. به احتمال زیاد من وقتم دیگه تموم شده، نمیخوام بیش از این وقت شما رو بگیرم، فقط در این آخر این مطلب هم بنویسم و از خدمتتون مرخص بشم.
ستم جونم بی تو نه امور این جهان تنگ شده ستم جونم بی تو نه امور این جهان رنگ شده نه بین زمین و آسمان جنگ شده نه کوه شده آب نه دریا شده خوش اما دل من برای تو تنگ شده حتی یاد بایی بکنم که امتیاز این سروده هم به من ندید از حالی خورسندگی که ستم رو فوق را درست داشته و آخرین حرفم این است که نازنین بعد تو ما بسیار تنها مانده ایم ای کاش که این زودی ها ما را تنها نمی گذاشت ستم جان عزیزم حالا وقت رفتن نبود نازنینم رفتی و بد جوری دل ما رو سوزوندی سفرت بخیر اما تو برو سفر سلامت غم ما مخور که دوریت برای ما کی شود عادی و عادت خیلی متشکرم بانو پوران مهدی‌زاده نویسنده روزنامه‌نگار و از اونها مهمتر دوست بسیار خوب نوبت ایشونه که از دوران از دوستیشون واسفن میگن از دوران حتی خاوران سپاس بفرمایید دنیا همه هیچ و اهل دنیا همه هیچ ای هیچ برای هیچ بر هیچ مپیچ دانی که پس از عمر چه ماند باقی مهر است و محبت است و باقی همه هیچ و سپند دنیایی از مهر و محبت و صفا آشنایی بود که از جمع آشنایان پر کشید و رفت سپند به همسرش اول کسانی بودند که من افتخار آشناییشون رو پیدا کردم و در این سرزمین غریب شناخت آنها برای من نعمتی بود در ازام که من مشغول نوشتن کتاب اولم بودم او بسیار کمک کرد که من بتوانم آن را به جا برسانم سپند مردی بود با آرزویی نه چندان بزرگ اما غیر ممکن و آن دیدن دوباره ایرانی آزاد اما ما را ترک کرد و آرزویش را به جا گذاشت رفتنش نه تنها ضایعی برای خانوادش که برای تمام کسانی است که او را می شناختند و دوستش داشتم و با او روزگاری را گذراندم ما با سپند کوچه پس کوچه های غربت و درد را طی کردیم چه در زمانی که در کافه نادری دور هم جمع می شدیم و نگران درآمد روزنامه خاوران بودیم و چه در شبهای شعر که سپند نور روشن آن شبها اشعار او همگی درد دوری از وطن را فریاد می زدند من کمتر کسی را دیدم که این چنین عاشقانه و دردناک از ایران یاد کند سپند مردی بود که صداقت در گفتارش و در کردارش مستدر بود من هنوز رفتنش را باور ندارم آخرین بار که با او صحبت کردم بسیار ضعیف شده بود و می گفت پای چپم حرکت ندارد
اما میخواهم هفته دیگر بروم ساکرامنتو. گفتم با این حاله چطور میخوایی این راه طولانی رو بری؟ گفت باید بروم، شاید آخرین بار باشه. بغض راه گلویم رو بست که دیدم این دوست دیرینم چنین ناامیدانه صحبت میکند. من مطمئنم که همه شما مثل من دلتان برای سپن تنگ است و تنگ خواهد ماند، چرا که فقدان او ضایعی است برای بسیاری از ایرانیان شمال کالیفرنیا. فقدان او را در درجه اول به همسر وفادار و یار همیشگیش مجبی و فرزندانش شیده و شهریار تسلیت میگویم و به همه دوستان و دوستدارانی که در اینجا حضور دارم. ای رفته با بهار به همراه بادها، یادت بخیر و نامت پایدار بادا. شیده جان، شهریار جان، این تیکه برای شماست. Good boys are not only for those who love with their eyes, because for those who love with heart and soul, there is no such a thing as a separation. سپند همیشه با ما خواهد بود. باید جناب معینی بفرمایید. ممنونم که بنده رو در پایان اینکلود کردیم. خیلی متشکرم. لطفه تسلیت میگم به همه فامیل، همه شما، واقعا همه شما فامیل مسعود. و صحبت هایی که من میخواستم بکنم نمی کنم. چرا؟ برای که شیده حرفای همه ما رو زد. من اصلا باورم نشد که چقدر این کامل راجع به مسعود و تمام اخلاق و رفتار و سکنات مسعود صحبت کرد. من خیلی ممنونم از شیده جان که واقعا کامپلیت کرد. حالا من یک مطلب دیگری میخواستم که ایشون اشاره کردن، چون میخوام خیلی کوتاه باشه خدمتتون بگم. مسعود نه تنها شعرش در بین فارسی زبانان، شما دیگه میدونید از اینجا تا تاجیکستان، اروپا، کشورهای مختلف، همه جا همه میشناختن مسعود. ولی یه چیزی رو که ما اینجا نمیدونستیم یا کمتر به هر حال یه عده میدونن، اینه که شعر مسعود به عنوان یه شعر دایاسپرا یا شعری که در خارج از کشور از شهرها از شعرهای مختلف مطرح بوده و نه مطرح بوده بین فارسی زبانان ولی بین استادان شعر، و این بررسی شده در ماهنامه‌های معتبر انگلیسی، تجزیه و تحلیل شده و به چاپ رسیده. من یک دونه از اون تجزیه و تحلیل‌ها رو امروز آوردم که میدم خدمت خانم سپند اینا داشته باشن. مسعود حتما تو لایبرریش داره، ولی این مرد اینقدر فروتن بود که هر دفعه بهش گفتم آقا ما می‌خوایم راجع به همه کارهای تو صحبت کنم، میگفت نه زیاد چیزی نگو، خودم هر چی هست همینی که اینکه خواستم خدمتتون بگم. شعر شما محمد مختاری رو که در ایران جزء قطعه‌های زنجیره کشتن میدونید، شعر مسعود در زمینه محمد مختاری بررسی شده در ایران و اینجا ماهنامه معتبر ایرانی استدیز که در سال 97 چاپ شده، در سال 97 که شعر مسعود بررسی شده، ببینید 20 سال بیشتر گذشته و مسعود هیچ وقت نیومد راجع به این که کارهای من بررسی شده توی مجامع بین‌المللی به انگلیسی نوشته شده و ترجمه شده. یک نمونه آوردم اینجا که البته میدم خدمت ایشون، بعدم رفرنسش رو بهتون میگم اگر دوست داشتین میتونید روی گوگل پیدا کنید. ولی یه چیز دیگه من در یک جای دیگه هم مطرح کردم و این بود که هر وقت با مسعود میرفتیم لس آنجلس یا میومدیم یا ساکرامنتو میرفتیم، مسعود همیشه در کنار من بود. یعنی واقعا من اول نمیسیم
برای که هر وقت تنها دارم میرم دیگه در کنار من نیست. و ولی در تمام این رفت و آمد ها مسعود راجع به نوه ها صحبت میکرد. این دختر نوه هم اینجوری بوده، این توی دانشگاه کجا بوده، اون یه رفته اوکلاهوما، همه اینا رو صحبت میگرد. من تقریبا همه اونا رو من برای که چیز نشه نوشت. شما 7 تا سخنران دیگه من میخوام خواهش کنم بگیم بیان اینجا و 2 کلم راجع به مسعود بگن. این نوه ها ویکتوریا، الیکس، جولیت، نیکلس، آیزیا، شارلوت و تالیا. ببینید این مسعود عاشق این بچه ها، همیشه با یک واقعا به افتخار این بچه ها. امیدوارم اینجا باشن و من دلم میخواد این بچه هایی بدونن که پدر ایشون فقط در زمین های شعر فارسی بین ماها نبود، بلکه در مجامع بین‌المللی شعر مسعود مطرح بوده. و اینو من میدم خدمتتون، یه تعداد کپی دیگه هم دارم و بعد بچه ها هم دارم میخواد اینه داشته باشن چون به زبان انگلیسیه. همین. خیلی ممنونم. با سلام خدمت دوستان عزیز، خانم ها، آقایون، محجبین عزیزم. من نمیدونم چی میتونم اضافه کنم به همه صفاتی که برای مسعود عزیز بقیه دوستان گفتن، به خصوص شیده و شهریار عزیزم. فقط میتونم بگم دلم براش تنگه. ما همیشه هر وقت برنامه داشتیم آقای سفن همینجا بودن، هنوزم هستن. امیدوارم بتونم براتون اجرا بکنم این آهنگ رو. نمیدونم صدام یاری میکنه یا نه، ولی یه بار دیگه تسلیت میگم به همه دوستان مسعود سفن، به خصوص محجبی شهریار جان، شدی عزیزم و بقیه فامیلشون در اینجا و در ایران. Thank you.
رافدار خانه من نمک میشه کزی مشمارم نفر سر میده از بحار بحار من به فکر بحار دیرانم شهد ماه تو
از اوج قله های سرافراز خورشید دور ما در جور سوی سینه من جار میزند جار میزند من آریاییم من آریاییم چشمه های پاک و صفا بخش خوانده‌ام